عملیات ولفرج 4 سال 62 ما گردان امیرالمومنین بودیم، لشکر امام حسین سننده است. گردان ها وقتی میخواستن تخت برای قبرز عملیات کنن آموزش میدیدن، یعنی میبردن اون مثلا تپه نا، ما یارو داشتیم میرفتیم وقت ها اینه بدون بگم ما باید کجا میفهمیدیم عملیات میخواد شروع بشه. نیروهای عادی بودیم، از اون جایی که 3-4 رو به عملیات مونده دیگه فرمونده ها نبودن، نه فرمونده گورها نبودن، نه فرمونده دست ها، اینا رو میبردن برای توجیه. ما میفهمیدیم که چی عملیات مثلا تا 2 سال دیگه انجام میشه. 2 سال داشتیم به عملیات که یادم که یه شخصی داره دنبال ما میاد، قیافه هم تابلو حزب الله، نگاه کن قیافه شا. ما یه کمی تخس بودیم اون زمان، خب زمان بودیم تخس بودیم، یه خود مثلا میگفتیم میخندیدیم همه به تو میخندیدن، این نمیخندید این نمیخنده، یک همچه به اون برخورده که چرا ما مزاح میکنیم این نمیخنده. یا پسرا بعد از کلاس عقیدتی یه اومد به من همس کرد، برادر میگم که شما که اینقدر با هم میگونده میخنده خیلی خوبه قرآن خوندم بلدی؟ ما به حسن که همیشه با هم بودیم نگاه کردم گفتم حسن قرآن خوندم بلدی؟ یوانس کرد نه، گفتم منم نه. خب میخنگ یادتون بدم آقا ما دو روز تو پادگانه هفته تیر ایش اومد قرآن خوندم بلدی. روزی دوم ما همیشه تو کلاس عقیدتمون بعدش یه دونه مداحی داشتیم، تو مداحی یادیم یکی از حال رفت، تا از حال رفت همه که بلند شدن رفتن سری تخت داشتیم دید همه بند خدا و حسن بودم، حسن رفیقمون از حال رفت دید. یعنی اینقدر تو حس خودشون کاری نداریم. اینا رفتیم تو عملیات ها، همونجا رودخونه شیلر عراق همون لحظه که درگیری شروع شد تیراندازی کردن، تیرنده که قطع شد ایشون کمک به سر آر پی جی بود، نفری سوم پشت سر من بود، بینه که هم خونپار شست بزنن خونپار را افتاد، ایشون شهید شد، شهید شد خلاص شد قضیه با اومدیم. آره آقای بخشی شهید شد، اومدیم اسفان، تا اومدیم اسفان داشتیم تو خیام فروغی میبینیم تفتش زده است، تفتش که رفتیم فرمسئولی اطلاعاتی سپاهی کجا بود؟ اسفهان بود. ایشون تا میفهمد عملیاته بدون اینکه تکونه مرخصی میگیره آسکار میکنه میاد اونجا آسکار میکنه شهید. حالا این داستانه چرا من میخوام براتون تعریف کنم؟ به خاطر اینکه 2 سال پیش ما رفت دادون خونه که سردارا، چون اسمش رو نمیتونم بگم، سرداره نشست بینه که تعریف کنه دو بگه نیست، گفتم که حاجی یه خطه تعریف کنه از اون زمانه برام اولی انقلاب داشت از گروه حرکای مثلا تروریستی برای اون میگفت رزگار یا سازمان منافقین، وقت گفت بچه بذار این خاطر مالی اونست که من نشسته بودم، ما 3 نفر بودیم، گفت یه خاطر از نماز براتون بگم. گفتیم خب، گفت که آره یه دفعه تو اطلاعاتی سپاه تازه تشکیل شده ولی جا نداشت، چون جا نداشت میبردن کجا؟ سدلی خان، هنوز سپاه تکمیل نشده و اطلاعاتی. گفت تو سدلی خان بودیم وقت یه فرم یه مسئولی تیم داشتیم اسمش رضا، رضا این سردار میگه بگه رضا، رضا همس کردم رضا بخشی همس کردم. آره تو از کجا میشناسی؟ گفتم تو داستانه دارم، گفتم من باید برات تعریف کنم. گفت که رضا بخشی یه مسئول تیم بود، یک نفر ما گرفت دادن دیگه رو حکی ها میخواستیم ازش اعتراف بگیریم، یکی دیگه رو به اون معرفی کنه اونو بریم دستگیر کنیم. گفت ما همجوری داشتیم به نتیجه میرسیم از اون شد، حالا این سردار داشت برام تعریف کرد، گفت از اون شد یهو سر تیم ما همه آقا گفت که بریم نماز. گفت هر چی بهش گفتیم آقا رضا داریم به نتیجه میرسیم، نماز میشه یه ساعت دیگه بکنیم؟ گفت نه نماز واجب تره. گفت ما رفتیم نماز، تا برگشت از نماز چون اون موقع هانو اطلاعات سپاه تکمیل و ما تو سدلی خان بودیم، تو سدلی خان هم حالا نمیدونم شما میدونین کجاست یا نه، سدلی خان بلدن الان کجاست بچه ها؟ قبلا هر کسی مثلا شراب خاری میکرد یک کاری خلاف انجام میکرد منکراتی اون میبرد نکس سدلی خان، اون موقع اینجوری بود، بعد یکی که آزادش میکردم اون به صلاح منافقه هم فکر کرده بود قاطی خب اینا که آزاد شده بودن بلند شده بود رفته بود اینا، تا از نماز میان میان این فرار کرده وقت میگفت همه اون سردار میگفت همه اون گیر دادیم به این که تو گفتی بریم نماز، اگه نرفته بودیم نماز این کاری کرد فرار میشه. خب رفته همه ناراحت، گفت 2 روز بعد سپاه به اون زنگ زد یاره چند تا گرفتیم بیا ببینیم به دردتون بخورین. گفت تا رفتیم دیدیم همون شخصی که فرار کرده با اون شخص سالسی که می‌خواستیم سکا کنه برامون معرفی کنه آ یکی دیگه را هر ستاره سپاه گرفت و نمی‌دونستین کیا، دیدیم ای اون بری کتی نماز که گفت بریم نماز آ برگرد این بود که این آقا فرار کنه برد اون یکی پیدا کنه بعد ما هر ستاره با هم دستگیر کنیم، این بری کتی چی این بخشی منتها این آقا رضا را کسی به اون صورت نمی‌دونم، حالا جز سردارا اینا نشده است نمی‌دونم، ولی ایشون فرمود اطلاعاتی سپاه اسلام بود اون زمان. شادی روحش سلامات. اللهم
صلی الله محمد و آل محمد. آره دارم میگم دیگه. نه بفرمایید. آره من اینجوری بلدم خاطر دارم، یعنی شهیدی که باشون بودم اما بلدم. بلد نیستم که دور و برش حاشیه چینی اینا کنم. بله. از آقا مهدی یه شهیدم شما ذکر کنین. آها من نه به خدا. آره